در اوج نبردهای بی پیشینه در کشور، نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در قطر با هم دیدار کردند. روزنامه گاردین گزارش می‌دهد که معصوم استانگزی، رئیس عمومی امنیت ملی، با هیئتی از طالبان به شمول عبدالمنان، برادر ملا عمر، رهبر پیشین طالبان، ماه گذشته میلادی و نیز در اوایل ماه روان میلادی دو بار در شهر دوحه و در حضور دیپلماتان آمریکایی گفتگو کرده است. بر بنیاد این گزارش، نکته برجسته در این گفتگوها حضور نداشتن نماینده پاکستان است. در همین حال یکی از رهبران طالبان میگوید که انتظار می رود که محمد یعقوب، پسر ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، با هیئتی از طالبان به زودی در قطر به آنان بپیوندد تا صلاحیت دفتر طالبان در این کشور بیشتر شود. در همین حال یک منبع ریاست جمهوری تایید می کند که در این دیدارها محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، و معصوم استانگزی، رئیس عمومی امنیت ملی حضور داشتند. ریاست جمهوری نیز در این باره میگوید: د افغانستان حکومت د تلپاته پایدار او بایزت سولی اراده لري. په دې برخه کې د ټولو فرصتونو او امکاناتو څخه د قانون او اصولو په چوکاټ کې کار اخلي تر څو د سولې هدف ته چې د ټولو افغانانو هدف ته ورسیږي. برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند که طالبان از نبرد خسته شدند و اکنون به دور از نفوذ استخبارات نظامی پاکستان به گفتگو با کابل تن دادند. دلیل عمدهشان است که طالبا به یک گونه زیر فشار بسیار بلند پاکستان آماده و اینها کوشش میکنند که از او فشار که سرشان هستند برایند. طالبان سیاسی نمایندگان چې په نموی وخت سره چې د پاکستان و د ایران تمریب سوي دي او د روسیه سره خبرې شروع دي. تلاش های حکومت افغانستان برای گفتگو با طالبان پس از آن با موانع جدی روبرو شدند که ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان، در حمله یک هواپیمای بسرنشین در پاکستان کشته شد. شورای عالی صلح در این باره ابراز بیخبری کرده است، اما دیده می شود که در چنین گفتگوها شورای عالی صلح کنار کشیده می شود و حکومت افغانستان به گونه مستقیم و سری این گفتگوها را انجام می دهد.